کرملین قصر است، ولی 8 روز توقف در آنجا خفقان‌آور بود. ولی من در اینجا در خانه شخصی شاه دارم نفس می‌کشم، زیرا ما خانه یکی هستیم و من خود را در خانه خود حس می‌کنم. می 1972 برابر با 10 خرداد 1351، ریچارد نیکسون در مجلس میهمانی خصوصی که به افتخار او در کاخ سعدآباد برپا شده بود، این کلمات را خطاب به میهمانان بر زبان آورد. او بعد از سفر 8 روزه به شوروی، هوس دیدن ایران به سرش زد. شیشه عمر شاه. نیکسون که تازه 1 ماه بود بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا تکیه زده بود، ویلیام اسکرنتون را مأمور بررسی وضعیت اوضاع خاورمیانه کرد، اما اولین مقصد از قبل انتخاب شده بود. ایران. آمریکا سالها بود که در ایران مثل خانه خودش احساس راحتی می‌کرد. ماجرایی که از مرداد 32 آغاز شد. وقتی که می‌رفت حکومت پهلوی برای همیشه تومارش پیچیده شود، آمریکایی‌ها با طرح 1 نقشه حساب شده دوباره محمد رضا را در صفحه شطرنج سیاست خاورمیانه ظاهراً در نقش شاه، اما واقعاً در جای سرباز نشاندند. شاه هم رضایتش را اینطور اعلام کرد. هم حکومت ایالات متحده و هم حکومت بریتانیا به من تضمین دادند که معامله منصفانه‌ای خواهد بود و از حفظ و بقای رهبری من حمایت خواهند کرد. حالا همه چیز برای دخالت آمریکا آماده بود. ماروین زویس در این باره می نویسد: شاه و سفیر آمریکا در ایران هفته 1 بار با هم ملاقات و درباره طرح‌ها با هم بحث می‌کردند و سفیر آمریکا سعی داشت بر طرز فکر شاه تأثیر بگذارد و شاه از این موضوع استقبال می‌کرد. کارتر خطاب به او گفت: هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که در مورد مسائل منطقه‌ای مشترک به اندازه شما به ما نزدیک باشد و ما تا به این حد با هم مشاوره داشته باشیم. البته شاه هم نظر کارتر را در 1 مصاحبه تلویزیونی اینطور تایید کرده بود: هدف‌های اساسی ما و ملل دموکراسی غرب یکسان و این تساوی آرمان‌ها مایه افتخار ما و ملل مغرب زمین است. این مشورت‌ها و دخالت‌ها هیچ محدودیتی نداشت. مثلا ایده انقلاب سفید و اصول 6 گانه پیشنهادی که شاه به آن میبالید در حقیقت طرحی بود که والتر ویتمن روسیتو طراحی و برای اجرا در کشورهای خاورمیانه پیشنهاد شده بود. طرحی که شاه پس از سفر خود به آمریکا و زیر فشار مقامات ایالات متحده در اواخر سال 1341 تن به اجرای آن داد. اما وابستگی شاه به آمریکایی‌ها محدود به انقلاب سفید نبود. از حق کاپیتولاسیون، خرید اسلحه، دریافت وام با بهره‌های بالا گرفته تا جذب تعداد زیادی مستشار آمریکایی و حتی شکل تعامل با کشورهای منطقه. البته آمریکایی‌ها هم تنها به مشورت دلخوش نبودند. گاهی نیاز به دخالت مستقیم بود، حتی بدون اطلاع شاه. علم در یادداشت‌های خود می‌نویسد: کارهای جاری را به عرض اعلیحضرت رساندم، من جمله اینکه سفیر آمریکا به من تلفن کرده است که فرمانده نیروهای هوایی را ملاقات می‌کند. خیلی برآشفتند که با اجازه چه کسی؟ اینها همه برای این بود که شاه شیشه عمر خود را در دستان آمریکایی‌ها می‌دید. نکته مهمی که وزیر دربار او نیز بارها به او گوش زد کرده بود. صبح خیلی زود کاردار سفارت آمریکا به من تلفن کرد که کار فوری دارد. پیام نیکسون را برای شاهنشاه آورد که تصمیم خودش را در مورد مینگذاری آبهای ویتنام شمالی و بمباران و غیره به اطلاع شاهنشاه رسانده بود. عرض کردم: شاهنشاه، باید جواب مثبتی مرحمت فرمایید. فرمودند: چطور جواب مثبت بدهم؟ عرض کردم: با کمال تأسف شیشه عمر ما در دست آمریکاست. برای همین بود که شاه در روزهای منتهی به انقلاب همه اختیارات را به ایالات متحده واگذار کرد. کارتر در این باره می نویسد: شناخت ما از نیروهایی که علیه او به مبارزه برخواسته بودند بسیار اندک بود.
ولی اظهارات ضد آمریکایی آنان دلیلی کافی بود تا ما را در حمایت‌هایمان از شاه مصمم‌تر سازد. باید بگویم که شاه تسلیم پیشنهادهایی بود که از سفارت ما انشا می‌شد. البته شاه دیگر به این دخالت‌ها عادت کرده بود. او حتی در آخرین لحظات نیز منتظر نظر آمریکایی‌ها بود. برای همین بعد از شنیدن دستور ترک ایران از سوی مقامات آمریکایی تنها به یک جمله سوالی کوتاه اکتفا کرد. خیلی خوب، حالا کجا باید برویم؟